اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری. سر زد از پشت شیشه خاطره ای از سحرگاه تیر باران ها. برف ها رنگ خون به سرخی مرگ، دیر از ره رسد بهاران ها. پیر سرشار کینه می آمد بر سر بام تا نگاه کند، پر زدن روی خاک جنرال ها رسم مردانگی تباه کند. شب اعدام سب شد آن شب در نگاه و دل هزار هزار. شد خمینی همیشه جلادی، بسم الله و جن فرار فرار. ایرزا نوریزاده، پنجشنبه 21 فوریه برابر با 2 اسفند. اسفند اندک اندک میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار. بله بهارم میاد، 3 اسفند، 3 حوت هم میاد. پس فردا خاطره کودتای 99، خاطره اعدام های اسفند ماه. روزگار غریبی است نازنین. به هر روی پنجشنبه ها ما با میهمانمون، میهمان صاحبخونه است خودش، دکتر سازگارا هستیم و کلی حرف و سخن. یک هفته انبار می شود تا بیایم. من به دوست عزیز گرامی 1000 سالم علیرضا جان میبودی صحبت میگم، گفتم آقای میبودی هیچکی بهتر از شما نمیتونه دکتر سازگارا رو سر تاس بنشونه، خاطراتشو بگه. بگذار خاطرات از زبان دکتر سازگاره در برنامه شما بیاد، بذار ما سر کله بزنیم راجع به سیاست. علیرضا خوب بلدی این کارو، از واقعا استاد با متانتش، با آرامشش، با سوالهای بجاش. حالا امیدوارم دکتر سازگاره در برنامه‌های ویژه‌اش با علیرضا میبودی از خاطراتش بیشتر بگه. سلام عرض میکنم دکتر سازگاره، آیا اینطور نیست؟ عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز، خدمت آقای میبودی هم از همینجا سلام عرض میکنم. بله آقای میبودی، انصافا من که از جوانی مشتری مقالات ایشون در مجله فردوسی و سایر مجله ها بودم و کسی است که سالهاست در واقع زیر و بالای فرهنگ و علم و دانش مملکت و سیاست کشور رو به بوته نقد و سوال کشیده و انصافا نسلی بهره‌مند شدن از آقای میبودی. من در خدمت ایشون هستم. به هر حال آقای دکتر نوری‌زاده، حادثه انقلاب اسلامی در کشور ما حادثه‌ای بوده که یک نسل از چند دهه قبل از اون به تدریج انباشته کرده بوده، در دوره‌ای که نسل من، نسل جوان البته بودم و نسل قبل از من، به ثمر رسوندنش و تأثیرات بزرگی رو نه بر کشور ما بلکه در کل منطقه و شاید خیلی نقاط دنیا گذاشت. تأثیراتی که امروز برمیگردیم نگاهش میکنیم خیلی ها چندان مطلوب نیست و باید که به محک نقد در بیاد و نقاط به خصوص تاریک و منفیش باز بشه.
من به هر حال به عنوان یک وظیفه خودم میدونم و فکر کنم همه هم نسلی های من که برای نسل جوان و نسل های آینده خاطرات خودمون رو بگیم روشن مشخص، بدون پرده پوشی، بدون سانسور کردن ها و بدون حتی المقدور البته پیش‌داوری ها و غرض‌ورزی ها، برای اینکه دیگه یه حادثه وقتی به تاریخ میپیونده باید مورخین آینده رو کمک کرد حتی المقدور که بتونن روی این خاطرات حساب کنن. بعضی ها هم نوشتن، خب مثلا آقای منتظری به نظر من خاطراتش خیلی قابل حسابه، آنچنان که اسدالله علم خاطراتش یکی از منابع خوب بررسی تاریخ دوره پهلوی است. اما مثلا آقای هاشمی رفسنجانی که در مرکز حوادث قرار داشته، بخشای از خاطراتش من نمیپسندم به عنوان یک دانش آموز. یه مقدار آقای دکتر سازگار، هاشمی رفسنجانی یه مقدار از بالا نگاه کرده به خودش. شما علمو ببینید مدلی که حرف میزنه چه جوریه، ولی آقای هاشمی از اون بالا خود رو فراتر و بالاتر از همه فرض کرد. من به نظرم آقای علم یک هوشیاری خیلی خوبی داشته، خیلی صمیمانه و به قول شما از پایین نه از بالا نگاه کنه، آنچه که بوده نوشته، ملاحظم نداشته، اما خب گفته باشه من هر وقت مردم منتشر بشه. بله، این باعث شده که دیگه خود سانسوری نکرده. آقای رفسنجانی یه جاهایی به عنوان مورخ عرض میکنم، تا دانش آموخته تاریخ ایشون خیلی جا معلومه، چون میخواسته همون موقع منتشر کنه، درست مثل این که پشت تریبون وایساده مثلا داره به مثابه سیاستمدار حرف میزنه، سانسور کرده، تغییر داده، کلمات مبهم استفاده کرده. اینا برای خاطرات خوب نیست، باید اگر کسی حتی ملاحظه داره بنویسه بذاره برای بعد از مرگش. اینو همین رو خواستم بگم، در انقلاب بودن عرض می‌کنم، منم همین رو میخوام بگم. همه ما به هر حال وظیفه داریم نسبت به نسل بعد از خودمون، نسل‌های بعد، آنچه را دیدیم واقعیت رو بنویسیم. ببینید من بارها این داستان اعدام روی پشت بام مدرسه علوی رو روایت کردم، برای اینکه شاهد بودم، دیدم. هر بار که من اینو گفتم یه مقدار احساس راحتی بیشتری کردم، گویی اینکه یه عده از این 100% اللهی ها بنده رو اتهام دادن که برای تو اونجا چیکار میکردی، لابد تو هم تیر زدی، که خب من در عمرم تیر نزدم، سربازی هم مهداد خونساری شاهده، منشی گروه هم بودم، تیر اندازی نمی رفتم، می نوشتم کارها رو. حالا غرضم اینه علی رغم این من اینو گفتم. یه اشکال دیگه هم وجود داره، تلویزیون و رادیو و گفتگوهای شفاهی قلم رو از ما می گیره و این خیلی اشتباهه. یعنی ببینید من سالها به خاطر اینکه کیهان لندن در می اومد به صورت ورقی و من روزنامه ورقی رو دوست دارم، هر هفته من یک هفته با خبر اونجا داشتم، قبل از اون تو نیمروز داشتم، یعنی من در روزگار نو رو داشتم و خودم هم سردبیرش شدم. در می آوردم این نوشته ها هر هفته بیرون می من. گرفتاری کار تلویزیون و رادیو برنامه شفاهی هما رو دور می کنه. بنابراین من اعتقاد دارم ما باید اون یادداشتامون رو بنویسیم، حالا شفاهی بدیم یکی پیاده کنه، این کار رو باید بکنیم، وظیفه داریم و من میدونم شما داری این کار رو میکنی، منم این کار رو کردم، یه مقدار مال قبل از انقلاب، یه مقدار بعد از انقلاب، و حالا به قول شما آدم میذاره بعد از مرگش منتشر. بله، من حالا شما فرمودین واقعیت دو تا جزو کارهایی که تو زندگیم گذاشتم، دو تا بدهکاری برای خودم که امیدوارم عمری باشه و توفیقی باشه این بدهی رو ادا کنم. یک کتابی است در نقد تحلیلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، فصولش در واقع ریشه یابی های تئوریک انقلاب اسلامی، برنامه های عملی جمهوری اسلامی، و بعد هم فصل کلیدی این کتاب ریشه یابی نیست که اشکال اساسی کجاست، what went wrong به قول برنارد لوئیس، چه چیزی اشکال بنیانی بوده که
این تجربه اینطور شکست خورده و یک نتیجه گیری. این یک کتابه، دارم روش کار میکنم، خیلی مدارکشم جمع آوری کردم و فکر کنم دی نیست که دارم. یکم خاطرات رو البته شفاهی تا یک جاهای آقای میبودی محبت کردن و بندر کشوندن، ولی همجور که میگین شفاهی خوبه ولی نوشته جای خودش رو داره. یه قالبی رم فکر کردم، دارم خاطراتم رو خودم هم بنویسم در یه جلد، البته دیگه حالا یک کتاب 200-300 صفحه بیشتر نمیشه، و یه قالب شبیه به نوشته های قرون وسطای اروپا رو فکر کردم، مکالمه یو چیزی که خودم خوندنی تر بشه، اون رو هم دارم کار میکنم. این دو تا بدهی که من در حضور شما و بینندگان اعلام کنم دارم و امیدوارم برسم عمری باشه و ادا کنم. بسیار عالی، من مطمئنم شما این کار رو میکنید چون علاقه من دید و به نظر من خیلی این اهمیت داره. دکتر سازگارا، 10 روز یا 2 هفته بعد از اتفاقی که در بلوچستان افتاد، هنوز این ماجرا در پرده ای از راز و رمزه، چون چندین روایت راجبش ما میشنم. آقای محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه میاد پاکستان رو تهدید میکنه، اون یکی عربستان رو تهدید میکنه، بعد آمریکا رو تهدید میکنه، بعد این سوال پیش میاد خیلی جالبه، درست اون شبی که جمهوری اسلامی نیاز داره خودش رو قربانی نشان بده این اتفاق میفته. شما روی ارزیابیاتون یه چیزایی که تو واشنگتن میشنوین چی فکر میکنید؟ این داستان یه کار تروریستی ساده بود، همین جیش العدل اومد یه نفر انتحاری خودشو زد به اتوبوس که 41 مسافر داشت و 27 تا سپاهیشون کشته شدن، چی بود داستان؟ بله نمیدونم والا، اول عرض خودم رو کرده باشم، 100% با این قبیل عملیات من مخالفم. تروریسم به هر شکلش محکومه و مشکل زاست. ولی یک چیز کلی را آقای دکتر میتونم عرض کنم، جمهوری اسلامی خودش استاد این کارا، خودش دائما گفت ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به قول سعدی خودش صبح تا شب در تمام منطقه گروه های اینجوری رو بهشون پول میده، اسلحه میده. مگه طالبان در افغانستان کم جنایت میکنه؟ مگه حوثی ها در یمن کم زن و بچه مردم رو به مصیبت دچار کرده؟ مگه حزب الله لبنان کم کار تروریستی کرده؟ یا حماس و جهاد اسلامی و اونهایی که حالا یه خودم شکراب شدن با جمهوری اسلامی چون شاید پولش در کشیده، کم جنایت کردن؟ و بالاخره گفت انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتن مشت. و خب من همیشه میگم وقتی شما خط نشون میکشی رسما یه نیروی قدس درست کردی که سازمان تروریستیه، منابع پولی تروریستی و قاچاقچیگری در میاره خرج میکنه، بزرگترین شبکه تروریستی رو از افغانستان تا ونزوئلا شاید در تاریخ بشر برداشتی درست کردی، اسمش هم گذاشتن جنگ نامتقارن، در واقع یه اسم محترمانه برای تروریسم. و خب دنیام که شیش انگشتی نیستش که، ناتوان که نیستش که، این رقبایی که تو انگشت بهشون میرسونی ای بسا اونها هم خب برن همین کارا رو بکنن. من نمیدونم حالا، چون میدونین اطلاعات دیگه مخفی و پشت پرده میخواد، که اتهاماتی که جمهوری اسلامی میزنه عربستان، امارات، نمیدونم اسرائیل، آمریکا صحت داره یا نه، چون رسما همه این کشورها خب تکذیب میکنن و میگن ما هیچ دخالتی نداریم. واقعا هم سخت آدم بفهمه پشتش این جیش العدل واقعا یه گروه به جان آمده اهل تسنن رادیکال سلفی مثلا به نظر من راه گم کرده است وقتی دست به تروریسم میزنه، یا نه یه جاهایی هم حمایت های دولت های پشتشه. ولی میدونید یک چیزی هست، این اتفاق فرض کنید اگر در سوئد بیفته، در ژاپن بیفته، در مالزی بیفته،
در کشورهای دیگر دنیا بیفته، خب همه دنیا محکوم میکنن، میگن آقا چرا این شد، چرا اون طور شد. اما وقتی در جمهوری اسلامی میفته، درسته همه دنیا بازم محکوم میکنن، اما اولین چیزی که هر دولت و سیاستمداری بلافاصله بعدش میگه این است که آقا خب شما خودتون صبح تا شب همین کارا رو میکنید و جواب های هوی دیگه. وقتی تو خونه شیشه‌ای خودت نشستی سنگ میندازی، خب یه سنگ میزنن شیشه‌ت هم میشکنه. تو مملکت ما این همه گروه داره، اقوام داره، اقلیت‌های دینی داره، اقشار ناراضی داره، این همه سرکوب، فشار و آزار مردم در وجوه مختلف، این همه فقر، گرفتاری، خب انواع و اقسام واکنش ها رو میتونه داشته باشه از جمله کار تروریستی. دکتر سازگارم، من عذر میخوام دکتر سازگارم، اینو خواستم بگم، این که شما میفرمایید رژیم جمهوری اسلامی در خانه شیشه سنگ میندازه، از همون آغاز انقلاب شما نگاه کنید تا امروز زمانی نبوده که جمهوری اسلامی دست از تروریسم بر نداشته باشه. شما یادتونه اینا در لبنان چه کردن از سال 82، چند تا آمریکایی رو کشتن، چقدر گروگان گرفتن. بعد در دهه به اصطلاح درست شدنشون همدست سوریه شدن، رفیق حریری رو کشتن، یعنی یه قولی که لبنان رو نجات داد. بعد سمیر قصی رو کشتن، جورج هاوی رو کشتن، جبران توینی رو کشتن، یه ده از برجسته ترین روشنفکران، روزنامه نگاران و شخصیت های لبنانی رو به قتل رسوندن. تو عراق همین کار کردن، همین چند روز قبل یک نویسنده برجسته عراقی رو به قتل رسوندن. حالا خودشون مستقیما نه، نوکراشون این کار رو میکنه. و بنابراین وقتی اینا میاد، آقای ظریف با اون حالت وقیح میاد میشینه روبروی خبرنگار بی بی سی، میاد در مونیخ و میشینه اون حرفا رو میزنه، لیستوزن میاد میگه که بله ما قربانی بودیم، چرا راجب قاشقچی نمیگی؟ شما صدها قاشقچی کشتید تو خارج، همین سعید کریمیان رو کشتید تو ترکیه، دکتر بختیار، دکتر برومند، عبدالرحمن قاسملو، دکتر شرفکندی، فریدون فرخزاد، چیو بگه آدم از کدوم بگه؟ و ادعا میکنن که اینا قربانی تروریست هستن. من که واقعا باورم بر اینه که همون جور که اینا در آغوش طالبان خوابیدن، اینا با همینا که اسمشون میذارن تروریسته، سلفی بلوچ، اینا رو مورد سوء استفاده قرار میده. اینا جوانای متعصب، ناراحتن، افسردن، از وضع اقتصادی منطقهشون ناراحتن، از بیکاری، از فقر، از جرم و جنایتی که میشه، اینا مورد سوء استفاده قرارشون میدن. اونجا که لازم دارن از اینا استفاده میکنن برای اینکه بگن ما رژیم قربانی ترور هستیم. نمیدونم والله، میدونه این از اون چیزهایی که باید صبر کنیم واقعیتش. امیدواریم که روزی این رژیم نباشه و اسناد و مدارک بشه منتشر شه، از بین نبرده باشن و بشه قضاوت کاملی کرد. ولی فل جمله به هر حال میشه گفت که این مقدار کجراهی که جمهوری اسلامی رفته و میرود، حاصلش باد که به کاری طوفان درو میشه و حاصلش نهایتا دودش به چشم مردم میاد. نهایتا به قول شما یک جوان ساده عاصی زیر فشار ممکن است که به وادی و ورطه خطرناک تروریسم بغلته و بازی بخوره از رژیم، از این رژیم، از اون رژیم، از این کشور، از اون کشور، یا امثال هم. حالا انواع و اقسام مثال ها میشه زد. بر صورت آقای دکتر نوریزاده، اوضاع ایران، چون بحث سوم اسفند رو هم کردید، یک چیزی رو نمیخوام بگم عیناً ممکن است اتفاق بیفته، اما مملکت ما بعد از انقلاب مشروطه تجربه بدی رو پشت سر گذاشت و جنگ بین الملل اول که شد، در واقع به خصوص فشارهای خارجی، یک نوع فروپاشی در کشور ما پاشید اصلا از هم ارکان حکومت نوپای مشروطه.
و مملکت امنیت ازش رخت بربسته، قحطی شد، بیماری اومد به دلیل جنگ. شد نیمی از جمعیت ایران آنچنان که تا الان بررسی شده در اون فروپاشی حکومت از بین رفت و رضا شاه حالا اسناد تاریخی زیادی در اومده، انگلیس ها دخالت کردن، کار کردن، هرچی بود، چون یه رقیب دوم که روسیه بود به شکل انقلاب بلشویکی از میدون رفته بود بیرون. ولی این رو نمیشه انکار کرد که آدم لایقی از آب در اومد و توانست یک دهه فروپاشی و گرفتاری ملت ایران رو از 1299 تا شاید 1389 مرتب کنه، منظم کنه و بتونه سر و سامونی بده و یک نظم و نسقی به وجود بیاره، امنیتی برقرار کنه و بعد هم یک دهه بعدش، شاید 11 سال حتی اکثر بشه گفت، بعد از امن و امان کردن مملکت و استقرار تونست که خب بازسازی کنه کشور رو، نوسازی کنه و بسیاری از نسخه هایی که ایدئال روشنفکرهای مشروطه بود بپیچه و سنگ بنای ورود ایران به عصر مدرن رو بگذاره. میخوام بگم اون تجربه فروپاشی تجربه ایست که خیلی دور از زمان ما نیست و در کشور خودمون اتفاق افتاد و این حجم از خشونت ورزی، این حجم از بی‌لیاقتی حکومت جمهوری اسلامی، این حجم از خصومت با همه دنیا، این حجم از فساد و دزدی دوباره مملکت ما رو داره آبستنه حوادثی میکنه که یکی از گزینه‌هاش، نمیگم الزاماً ولی خدای نکرده یکی از گزینه‌هاش ممکنه یک نوع فروپاشی باشه که اون وقت بهاشو مردم خواهند پرداخت. اینو مخصوصا عرض میکنم برای اینکه این آقای خامنه‌ای به نظر من از عقل متعارف اصلا خارج شده دیگه. یعنی کم نبوده در تاریخ ما رهبرانی که پادشاهانی که به کلشون زده و بعدم بلا سر مردم آورد. به نظر من آقای خامنه‌ای الان کسیست که باید گفت از عقل متعارف خارج شده و مملکت ما رو داره میبره به تنگناها و ورته هایی که ممکنه خدای نکرده تأثیرات بسیار بدی برای مردم داشته باشه. تا همین جاشان شما نگاه کنید، فقر، گرونی، بدبختی، بیکاری و فساد، مواد مخدر، فروپاشی های اجتماعی سراسر کشور ما رو در بر گرفته. وای از این که شما به این خدای نکرده جنگ رو اضافه کنید، یا جنگ اگر نباشه همین روند به تصفیه های خونین داخل حکومت و یا کارهای تروریستی بخش های از جامعه و و و امثال هم. من این رو از این جهت عرض میکنم، هشداری واقعا ملت ما که ایستاده، ولی به یک سری دولت مردا باید گفت که تا کی میخوان کفش آقای خامنه ای رو واکس بزنن، کسی که به نظر من ایران رو داره به نابودی میبره، او و دستگاهش، او و بیتش و پسرش که الان پشت فرمون سرکوب و آدمکشی مملکت نشسته. شما حرفای ایشون رو شنیدید، حرف رو دیدید، واقعا آدم شگفتی زده میشه نوع نگاه آقای خامنه ای چقدر با واقعیت فاصله داره. دکتر سازگارا، این نشست مونیخ، خب هر سال داره ایران در کنفرانس امنیتی اروپا شرکت میکنه، امسال به نظر میرسید نفس گرم خانم موگرینی و این دلبستگی و عشق به جمهوری ولایت فقیه، نمیدونم یه چیز دیگه، به هر حال یه نوع جمهوری اسلامی احساس میکرد یکه به زن شده، یعنی حمایت اروپایی ها بعضن به گونه ای بود که این توخم رو در آقای ظریف و بالا سریاش ایجاد کرده بود که بله حالا در ورشو آمریکایی‌ها نتونستن کاری بکنن، کنفرانس مونیخ هم به جایی نخواهند رسید. البته اجازه بدید پاسخ این سوال رو بگذاریم بعد از درنگ کوتاهی، شما فرصتی هم داشته باشید در اون ذهن مرورگر همیشگی مروری بکنید که بعد برگردیم به بحثمون. با ما باشید. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا،
دلدار جدا ابر و باران آمن آیا ستاده به ودا من جدا گریه کنم ابر جدا کنی بند زبندن همه یک بار جدا همه یک بار جدا تو خون بار شده ای مردم چشم دیده از بحر تو خون بار شده ای مردم چشم مردمی کن مشاهد مردمی کن مشاهد بسیار زیبا بود. شجریان همیشه زیباست. ناظری همیشه زیباست. این هفته در باربیکن سنتر شنبه لندن مهمان میزبان شهرام ناظری خواهد بود. واقعا این جلوه های این سالها در عرصه موسیقی فوق العاده بود. و بعد میرسیم به سالار عقیلی، فوق العاده با احتیاط که کار خوب بکنه. دکتر سازگاره عزیزم درود دوباره، شما هم لذت بردید از این ترانه. بله شعر امیر خسرو دهلوی و آهنگ سهراب پورناظری بسیار مال فیلم بود و صدای درخشان همایون شجریان که واقعا یکی از منتقدین دیدم نوشته بود کنسرتیشون اجرا کرده بود در تهران، نوشته بود ما کم داریم خواننده‌ای که اینطور هم در اوج هم در فرود در واقع روی صداش مسلط باشه و بتونه به خوبی اجرا کنه. و استاد شجریان که جای خودش رو داره، در قله قرار داره، ولی انصافا همایون پسرش هم با
جای پای پدر داره میگذاره. هم میگم منتقل کردن این بله هنر، چنان که آقای ناظری هم پسرش بله حافظ یا ایرج، بله ایرج هم یه ایرج در پسرشون احسان آقای خازی بمیزی اهل هنر آقای دکتر نوریزاده. این جمله معروف دیگه، اتفاقا فکر کنم یه بار آقای خامنه‌ای هم اینو تکرار کرده بود که سیاستمدارا مهمانای تاریخن، هنرمندا میزبانای تاریخن. واقعا نمیشه اصلا واقعا. کی دیگه الان شاههای دوره حافظ رو میشناسه؟ یه دانشجوی تاریخ به سختی میخونه اصلا امیر مبارز الدین کی بود، شاه شجاع کی بود، اما حافظ رو هر کسی میشناسه، یا یک موسیقی یا شعر یا فیلم یا سینما. تا زمانه باقی است باقی باقی است. بله حالا که اسم هنرمندا شد اجازه بدین من یک چیزی رو بگم. ورزشکارای ما هم آقای دکتر نوریزاده در هفته گذشته، خب آقای ظریف از کیسه ملت ایران خرج کرد که ما نمیدونم رنج میکشیم به خاطر مردم فلسطین. خب به درستی علی کریمی و وریا غفوری دو تا از فوتبالیستای ما نوشتن آقای ظریف اولا این مای ما با مای شما فرق داره، ما رنج میکشیم بله، بعدم از کیسه ملت چرا خرج میکنی؟ پرسیدیم اگه شما از این مردم که حاضرن سختی بکشن، شما اونم چهار تا گروه تندروی آدمکش فلسطینی دفاع کنی، نه از گروه میانه رو و عاقلش مثل محمود عباس و دیگران. دکتر سازگار الان مسابقه فوتبالی هست که مال المپیک بانوانه بله. در بیت المقدس فلسطینیا بازی میکنن، جمهوری اسلامی میگن بازی نمیکنن. خیلی مسخره بله. است دخترای ما احتمال داره محروم بشن، یا این احمقانه این که ورزشکارای ما بازم این آقای خامنه ای که من میگم از عقل متعارف خارج شده اصرار بر این که نباید مسابقه بدیم با اسرائیل. به قول رسول خادم گفت آخه مسئولیت بپذیرید باشه، ولی ما رو نفرستین بریم خودمونو بزنیم به مریضی رو دوشک ببازه کشتی. آخه یه جوون یه عمری تمرین کرده میتونه به آنی حریفش رو ببره بره مدال طلا، چند سال یه ورزشکار میتونه در اوج باشه کار بکنه؟ به هر حال این دوتا فوتبالیست ما وقتی که به آقای ظریف اعتراض کردن، آقای خامنه‌ای در صحبتش بله. بیادبانه، واقعا بیادبانه بله. نمکدون میشکنن و از این حرفا. سایتشون بعدن دفترش بله. تغییر داد یه مقداری، ولی حرف بیادبانه به این دو جوان مملکت ما ایشون تعرض کرد. و من اون چیزی که برام بسیار جالب بود آقای دکتر نوریزاده، دفاع جانانه است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم مردم عادی و هم فوتبالیستا و ستاره‌های فوتبال دارن و ورزشکاران دارن از این دو ورزشکار ما میکنن در مقابل حرف بی ربط و توهین آقای خامنه‌ای. دکتر سازگار همین الان نگاه کن وریا غفوری رو، بد نیست الان یادش کردیم کریمی بله، عزیز و بله. وریا رو ببینیم الان صحبتشو و بذارم آسیو تو نیست سیاست هم شدید سیاست که یه سری در اجتماعی تر بسیده، یه سری شرک آدم میبینه، یه سری مصاحبه ها رو از مسئول ها میبینه که اصلا انگار به درد مردم، به زخم مردم نمک میباشن، همه تحت فشار هم یه چیزایی میگن که بدتر کنن شد. از فیدبکشون نمیدرسه ایشون دفعه چند دومه بوده؟ چرا باید بترسن؟ شاید چرا بترسم؟ مگه چیز بدی گفتم؟ بله. بعد دید آقای دکتر سازگار تو آلمان چون داور زن لباسش کوتاست بازیکنه بازی نکنه. آخه ببین چقدر مسخره، چقدر ملت ما رو دارن میشکنن. بله اینا که واقعا قرون وسطایی بودن این روحانیون ماست که من نمیدونم چجوری هم از هر روز بدترم میشم بجن که واقعا بهتر بشن. تولید این حجم از بشه گفت داعشیگری و طالبانگری شدت میگیره بجن که کاهش پیدا بکنه. ولی نکته ای که آقای دکتر به نظر من بسیار ارزشمنده، حق شهروندی این دو فوتبالیست سرشناس ما یا هر فرد دیگه ایست در اون کشور
که بتواند انتقاد بکنه از نه آقای ظریف که خب وزیر و خدمتگزار این مردم باید باشه، از شخص آقای خامنه‌ای هم که باید نوکر این مردم باشه، نه اینکه طلبکار مردم و دستشو به کمرش بزنه و بشه جزء مقدسات، یه دیوار مقدس سازی بکشن و شما نباید به این دیوار دست بزنید. و به نظر من جا داره واقعا هر کس به هر زبانی، من و شما الان با این زبانی که اینجا داریم از این حق شهروندی ستاره های فوتبالمون دفاع کنیم و هر کس به هر زبانی میتونه و به خصوص استادیوم بروها. بله، هزار نفری در استادیوم ها جمع میشن، جا داره که از حق شهروندی ستاره های فوتبال ما دفاع کنن و به دیکتاتور نشون بدن که نمیتونی یه ملت رو ساکت کنی، خفه کنی و اینطور با سرنوشت یه ملت بازی بکنی. دکتر سازگارا، ببینید مردم ایران تو تاریخشون مردمانی شاد بودن، این همه ما مناسبت های شاد داریم، اعیاد شادی داریم. بهرام گور 4000 خنیاگر و نوازنده از هند میاره که در نوروز تویش کوچه شهرها بیان بخونن و بزنن. شما در برابر عملکرد رژیم، این نوع تعصبات کورکورانه، آیا گمان نمی کنی مردم هم میتونن واکنشی داشته باشن؟ مردم علارغم همه تلخی ها و دردها به شادی رو بیارن، مردم نشون بدن این ملت زنده است، این ملت حتی در اوج جنگ هم بیدار بود و زنده بود. گمان نمی کنی یه مقدار وظیفه ماست این رو تشویق کنیم، مردم رو حتما به شادمانی دعوت کنیم، برای که اینا میخوان مردم گریه کنن، ولی مردم باید شاد باشن، روحیه امید درشون بین نره. حتما آقای دکتر، حتما. بذارید اصلا به زبان تاریخی عرض کنم. در تاریخ اروپا قرون وسطا یکی از مشخصاتش، شما نگاه کنید آثار هنریش، نقاشیش، کتاب شعرش، هرچی، دائما صحبت از کشیش ها هم همینجور، آخوندهای در واقع مسیحی، مرگ و قیامت و نمیدونم عیسی مسیح و صلیب و دست را انداختن و که خیلیش ما رو دست اونا نگاه کردیم یاد کردیم، اشک و آه و مردم رو خلاصه مرگندیش خواستن. عموم مورخین قائلن به این که کتاب دکامرون نوشته بله. بوکاچیو شروع رنسانس ادبی است و بعد از رنسانس ادبی هم رنسانس علمی اومد، از ایتالیا هم شروع شد بله. این کتاب برعکس تمام کتابای قرون وسطا اولین کتابی است که 6 تا 7 تا جوون دور همدیگه میشینن، تا اون معروف به اروپا اومده رفتن بیرون شهر روم و از زندگی حرف، زندگی خواهی رو مطرح، از خاطراتشون، از عاشق شدناشون، از شادیهاشون، رقصشون و غیره. بل اتفاق واقعا شد اگر اغراق نباشه، مورخین قائلن که این زندگی خواهی در کتاب دکامرون در مقابل مرگ خواهی و اشک و آه خواهی روحانیت مسیحی نقطه پایان قرون وسطا و شروع رنسانس. همین رو آقای دکتر راجب ایران باید صراحتاً واقعا روحانیون شیعه، از صدر تا ذیل، از آقای خامنه‌ای تا حتی آقای روحانی که رئیس جمهوره، تا این تا اون، همه تا دیگه این روزخونا و غیره، برای مردم عشق میخوان، آه میخوان، گریه میخوان، به جای دنیا همش به فکر مرگ و آخرت و غیره میخوان تبلیغ کنن. در مقابل چنین حکومتی که ستون فقراتش روی مرگ خواهی و غم و غصه و عزاداری تو دل مردم کردن هستش، هر نوع زندگی خواهی، شادی، رقص، موسیقی، عاشق شدن، بوسه، هر آنچه که بوی زندگی بده میتواند یکی از مؤثرترین کارهایی باشه که ستون حکومت رو بکشه پایین. و واقعا پاره بخشای جامعه ما آقای دکتر خیلی جانانه تا الان ایستادن مقابل مرگ خواهی. شما دست کم نگیریم واقعا شادی هایی رو که
همین همایون شجریان که صحبتش بود چندی پیش اعلام کرد که من کاری که از دستم برمیاد در مقابل این فقر و گرسنگی و گرفتاری که کشور داره کنسرت خیابونی بذارم، ساعاتی مردم در واقع شاد باشن. البته حکومت اجازه نداد، ولی مردم این کارو میکنن. به همین دلیل شما میبینید این روحانیون با کنسرت ها مخالفن، درش رو میبندن، اشکال درش ایجاد میکنن. و کاملا درست میفرمایید، یکی از تجربه تاریخ هم اینو نشون میده، یکی از بهترین کارهایی که در مقابل حکومت غم و اندوه و عزاداری و آخرت خواهی و عرشبت که مرگ خواهی انجام میده، زندگی خواهی و عاشق شدن، دوست داشتن، شادی کردن و رقص و پایکوبی است که مردم ما میکنن. در آستانه نوروزم هستیم و میدونم زندگی سخته، گوشت کیلویی 120,000 تومان، 150,000 تومان و بیکاری و چند ماه حقوق نگرفتن گاهی دل و دماغ هیچ کاری نمیگذاره. ولی باید یادمون باشه که اگر ما تسلیم این فقر و گرسنگی بشیم، همونیست که حکومت میخواد، و باید به جاش در مقابل شادی و زندگی گذاشت تا رنگ این حکومت ملایان در واقع و این حکومت مرگ و اندوه کمرنگ بشه و یکی از ستونای مهمش در واقع کشیده بشه. دکتر سازگارو، تو همون بوکاچیو حکایت هایی هست با رنگ ایرانی، حکایت هایی که در واقع رهبر هزار یک شب داره و منظورم اینه ایران نمادی از، یعنی جامعه‌ای بوده با نمادهای بسیار از شادی و زیبایی و خونیاگران. تخشم شد و نگاه کنید یا نقش رستم رو، کسانی که به پیشگاه پادشاه میان بعضن آلت موسیقی در دست دارن، یا سازندگان تخشمشید برخلاف مورخ السلطنه رژیم ناصر پورپیرار یا صادق خلخالی، مردم با شکنجه و زجر و زیر شلاق این پرسپولیس رو نساختن، بلکه همه مهندس و مزد خوب داشتن، زنان در دوران بارداری مترنتی لیف داشتن. و منظورم اینه که ایرانی ها اینجور نگاه میکنن. اما اجازه بدید یه تیکه کوتاه رو با هم ببینیم از تشویق به مرگ، تشویق به عزا، به سیاهی، به گریه کردن که دوست عزیزمون محسن مخمل واف تو اون 100 سال سینما چقدر زیبا اینو اشاره میکرد توش که باید گریه کنی توی این مملکت، توی این مملکت بدون گریه کار در پیش نمیره. حالا این تیکه رو با هم ببینیم راجع به نوع نگاه رژیم و آنچه رو در جامعه تشویق میکنه. همونجوری که سالهای قبل هم عرض کردیم، واقعا تشکر میکنیم از شورای انقلاب فرهنگی، مسئولینی که در تقویمم قانونی شد و تصویب شد که قول معتبر شهادت امام مجتبی علیه السلام در هفتم صفر هست، که ما خواهش داریم اصلا این دهه اول صفر به نام امام مجتبی علیه السلام بسیار به جا هست که هیئت‌ها سنگ تمام بگذارن. من معتقدم که در میان 5 تن از همه غریب‌تر که براش کمتر عزاداری میشه، ما حسینیه خیلی داریم، فاطمی، ولی حسنیه بیت الحسن کم داریم. شما الان ببینید برای اربعین چه قوقایی است برای امام حسین، ولی یک زائر شاید امام حسن نداشته باشه. چقدر غربت، چقدر از قبرش، از مراسمش، از شهادتش. انشالله این رو هم من خواهش دارم عزیزان این رو بیشتر برنامه ریزی کنن، یک دهه حسنیه در اول صفر با تبلیغ با فرهنگ سازی انشالله جا میفته. تا دیروز امام حسن سازشکار بود، حالا یه دهه حسنیه هم بارگاه حسنیه. آقای خمینی میگفت گریه کنید، اسلام به این گریه ها زنده است. بعد ایشون البته منظورش این بود گریه کنید ساختار روحانیت شیعه به اینا زنده است. در مقابلش باید گفت شادی کنید، ایران به دل شاد مردم زنده است و در تاریخ زنده بوده و خواهد بود. و حالا از این چیزا که آقای دکتر به قول بیژن مفید نازنین تو اون نمایش درخشان شهر قصه از زبان روباه میگفت گریه کنید مسلمان ها، گریه ثوابه. واقعا گریه کنید. بنده شما هم از بچگی یادمونه همش تو این حسینی ها روزه ها
چی تو کله ما کردن که آدم واقعا متاسف میشه وقتی میشینه تأمل میکنه میبینه اگر برداشتی هم از دین میخوای داشته باشی در زندگی شخصی خودت باز جنبه‌های شادیشه. خودشون نوشتن در جشن یا در مراسم ازدواج فاطمه زهرا و حضرت علی طبل میزدن، ولو به رسم اون زمانه سازی که اون زمان متداول بوده میزدن و من ندیدم این آوای شروخانی و آوای در میدان جنگ اون شعرهای حماسی رو که میخوندن همه به آواز بوده، خود قرآن هم به آواز خونده میشد. بله بنابراین بعد اومدن این دکتر رو درست کرد. ما اگر قرار باشه دینم در اون کشور بگیم دین و ایمانی هست، چرا از مولوی نیاموزی؟ بله مولوی به شیعیان طعن میزنه که آخه بس چی بسه امام حسین جور تو سر مغز خودتون میزنین؟ جان سلطانی ز زنجیری بجست. بله و او خودش کسیست که اصلا میگه غم به ما نمیرسه و مبلغ شادیه. چرا از این دنیا شا حتی مرگ رو وصال میدونه؟ وصال راجب خودش هم میگن وصال مولانا. یا حافظی که میگه که غم دنیای دنی چند خوری باده بخور، هی پاشد دل دانا که مشوش باشد. ما تو اون مملکت قرائت‌های از همین دین رو داریم. بزرگان فرهنگ ما که از همین دین اسلام هم یک قرائت شاد، زندگی خواهانه و به کار معنویت و تعالی ساختن، به جای یه مش خرافات و اشک و آه و چای جمکران و غیره و غیره. اگه قرار باشه وجوهی از فرهنگ دینیمون هم بگیریم، به جای اینکه از دست آقای خمینی که میگه گریه کنید و خامنه ای و این و اون بگیریم، چرا از دست حافظ و سعدی و مولانا نگیریم که اینطور مبلغ زندگی بودن؟ به خصوص حافظ. حافظ که خیلی مورخین معتقدن آرائش در واقع بنیاهایی بود که رفت و به اروپا و شد زیربنای رنسانس در اروپا. دو تا سازگار مرد این دنیاست در واقع. بله چقدر سخته به گمان شما بعد از اینکه ما این دوران شوم رو پشت سر بگذاریم این جامعه عزازده رو به زندگی برگردون؟ یا معتقدی جامعه کاملا آماده است و اون ضد فرهنگ غالب رو نفی کرده؟ واقعا جامعه رو مستعد میبینی برای شادی جامعه اخلاقش رو عوض کنه، نگاهش رو عوض کنه، این ستایشگر مرگ نباشه اینجور؟ حتما حتما. من این جمله معروف که به حضرت علی منصوبه، الناس علی دین ملوکهم، بله من اینطوری در عمل و تجربه زندگیم دیدم. مدیریت ارشد خیلی مهمه. مدیریت ارشد در اندازه کارخونه ها، من اینو به کرات امتحان کردم و دیدم و به جرئت میگم در اندازه یک مملکت هم صدق میکنه. یک مجموعه به شکل مدیر ارشدش داره. در مملکت ما شما نگاه کنید، امیرکبیر یک نفر بود، صدر اعظم شد در کمتر از 3 سال. آنچنان به واسطه این یک صدر اعظم کشور تغییر کرد که خانوم لیدی شیل که خیلی هم با امیرکبیر بده میگه اصلا مثل که این مردم رفتن یه عده آدم دیگه اومدن، نه دزدی دیگه پیدا میشد، نه عرشه دروغی، نه دبنگی، نه چیزی. یا مثال جدیدترش رضا شاه. حالا هر عیبی کسی بخواد روی رضا شاه بگذاره، موافق مخالف با اونا کاری ندارم، اما آدم لایقی بود. شما اصلا تعجب میکنید 16 سال این همه آدم لایق چجوری دور رضا شاه جمع شدن؟ این همه مردانی که هر کدومشون یه دانشمندی بودن در کار، حتی مخالفینش درست. و کشور خوب حرکت کرد. بنابراین قطعا آقای دکتر نوری‌زاده تغییر روحانیت حاکم، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، با حکومتگرانی منتخب مردم که کار و زندگی و شادی و زیستن در کنار دنیا رو نصب العینشون قرار بدم، مطمئن باشید در رفتار ایرانی ها تأثیر خواهد گذاشت. بسیاری نابسامانی های اجتماعی که الان گرفتارش هستیم رخت برخواهد بست.
بسیاری از این فسادها، رفتارهای سویی که الان در جامعه ما بین مردم عادی رایج شده متأثر از مدیریت بانک. بله. مملکت به شکل نکبتی که آقای خامنه‌ای بیتش و روحانیون دوربرش پراکندن در اومده. این گروه رو شما عوض کنید، گروهی منتخب مردم رو به دنیای مدرن، اهل زندگی، اهل کار، با تغییرات مناسب در ساختار سیاسی اقتصادی کشور، مطمئن باشید بسیاری رفتارهای مردم هم عوض میشه، به حدی که امثال لیدی شیل ها تعجب خواهند کرد و خواهند گفت که چطور مشکل هستن اون مردم رفتن یه عده مردم دیگه ای اومدن. شاید بهترین مثالش در قرن بیستم آلمان باشه که یک کشور، یک ملت، یک پیشینه، یک فرهنگ، یک زبان رو وسطش خط کشیدن، با دو سیستم اداره شد. 4 دهه 5 دهه بعد که این خط رو برداشتن، شما میدیدی دو تا ملت مثل که به وجود اومده بود. یکی کارآمد، شاد، با تولید اقتصادی بالا، دموکرات، حتی به لحاظ ظاهر قوی تر، یکی همه بیماری هایی که یه نظام غلط میتونه تزریق کنه درش تزریق کرده بود. و کره شمالی و جنوبی. بله، حال کره شمالی هنوز دیوارش برداشته نشده. اونم مطمئن باشید برداشته بشه، در کره شمالی باشه، موضوع مطالعه جدی خواهد بود که ببینید چجوری وقتی بین یه ملت خط بکشی تاثیر سیستم حکومتی رو نشون میده بر جامعه و رفتار مردم. اینو از این جهت عرض میکنم که ساده انگارانه بگم با تغییر حکومت اتوماتیک همه چی حل میشه، بعد خیلی مراقبت کرد. ولی فقط میخوام عرض کنم با اون کسانی که میگن بشینیم از پایین حالا یواش یواش درست میکنیم بعدا انشالله بالا عوض میشه، میخوام بگم نه، وقتی بالا اشکال داره و نمیگذاره اصلا شما اصلاح کنی، تغییر بدی، هیچ راهی نداری، باید حکومت رو بیاریش پایین، ساختار دیگه و مدیریت دیگه بگذاری. بسیاری از این چیزایی که الان مسیر دموکراتیزیشن جامعه، رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی جامعه است، میتواند تازه بعدش معنی پیدا بکنه و به دنبالش بیاد. دکتر سازگارا، من خیلی خوشحالم امروز این بحث رو مطرح کردیم. یعنی یکی از بحث‌های اساسی بود تو برنامه، باید مطرح میشد. حالا یک اشاره فقط میخوام در این فرصت کوتاهی که داریم، ارزیابی شما از کنفرانس مونیخ چی بود؟ حرفای پامپیو رو چطور گرفتید، برداشت کردید و آیا شما ببینید امریکایی‌ها به نظر من تا اونجا که در واشنگتن دیدم میدونستن از کنفرانس ورشو و مونیخ چی میخوان، در مورد ایران میگم، بقیه چیزا رو کاری ندارم، و تقریبا اون چیزی که میخواستن انجام بدن انجام، یعنی در ورشو برعکس تبلیغات جمهوری اسلامی میخواستن اعراب و کنار اسرائیل بشونن، نشوندن میخواستن یک تفاهم منطقه‌ای دست کم درست کنن و تا حدی هم اروپایی‌ها در حد وزیر خارجه انگلیس و فرانسه و ببخشید ایتالیا و غیره که انگشت بذارن روی تروریسم و آدمکشی جمهوری اسلامی کردن. و من حرفای آقای ظریف در هم مصاحبه مطبوعاتی هم نطق عصبانیش در مونیخ رو هم ناشی از نگرانی دولت بردار جمهوری اسلامی میدانم، برای اینکه میفهمند که چنین تفاهم سیاسی وقتی درست میشه میتونه اون وقت راه رو هموار کنه برای ضربه های بعدی هم آمریکایی ها هم احتمالاً اسرائیلی ها که میتونه خیلی خطرناک باشه براشون. در مونیخ هم امریکایی ها هم در اصل کنفرانس هم در جلسه‌ای که در حاشیه‌اش گذاشتن میخواستن جمهوری اسلامی رو فشار بیارن، به دنیا بگن که اینطوری رژیمی است که تهدید هم برای اروپایی هاست هم برای منطقه است، و به نظرم این کار رو کردن. یعنی حالا مقدار کم و زیادش دیگه بحث دیگه است، ولی برعکس چیزی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه، نمیدونم سیرک ورشو هیچ نتیجه ای نداشت، اینها نه، یک تفاهم منطقه‌ای درست کردن و حتی اروپایی بخشای زیادیش. و البته بر سر برجام هم آقای مایک پنس فشار آورد که در هر دو نطقش که اروپایی‌ها بیان،
ولی خودشون هم میدونن اروپایی‌ها به هر حال کاری اونو نمیان، اما این سازوکاری هم که درست کردن بی‌خاصیته، برای اینکه امریکا پیشاپیش اختار کرد که با این سازوکار کسی کار نباید بکنه. دکتر سازوکار، متاسفانه وقتمون تموم شد، ولی این نکته رو فقط من اضافه کنم که اگر آمریکایی‌ها موفق نشدن چرا انقدر جمهوری اسلامی جلز ولز میکنه؟ یه طرف میگه که نخیر سیرک و مسخره، یه طرف از مدیر جریه قطار گرفته تا رئیس بانک مرکزی تا رئیس قوه قضاییه، همه فعلا درباره مونیخ و ورشو حرف میزنن. ممنونم از دکتر سازگاره عزیزم. ممنونم. بیمارت بخشمون باز ادامه خواهد داشت پنج شنبه ها. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشتن. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا، دوست و یار عزیز، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.